این که مشکلات، یعنی زمان شاه دو تا از بازیکنهای معروف فوتبال ایران بچه های ساواک بودن، زمان جمهوری اسلامی هم کمکان تا الان که من شما صحبت میکنم هر بار تیمش ملی شکل میگیره یک جلسه پنهانی گذاشته میشه و دو تا از باز مینیموم دو تا از بازیکنها همیشه تپاندنی هم در تیم ملی و باید باشن و اصولا هم سازمان امنیتی اینا رو پروموت میکنن. حالا این دوتا برای چی هستن؟ هم هستن و هم این که گزارشگر فوتبال ما که داره تو تلویزیون حرف میزنه اسلحه اینجاش بدونی خوش بدونه، یعنی بهش گفتن که آقا هی الکی اسم نمی بیار، مثلا بعضی فوتبالا بوده که اسم توپ دست یکی دیگه است الکی اسم بازیکنی می آوردن، این عجب بازیکنی عجب قویه چه قدرتیه. سوال اینه وزارت اطلاعات و ساواک در تیم ملی فوتبال ایران این دو سه تا بازیکن برای چی میخواد؟ خب تو این نمیتونی بفهمی. مربی خارجی وارد میشه، دو تا گزینه داره، یا باید این سه چهار تا رو اخراج کنه تا تیم درست شه. خب همچین گویی نمیتونه بخوره. یعنی که باید همرنگ جماعت شه که اصولا اینجوری شد. یعنی همین جام جهانی که شما رفتید رسما برای اینکه تظاهرات طولانی نشه رسما به تیم فوتبال ایران گفتن بازی رو باید ببازید، اصلا چینشش رو حرکت‌های دفاعیش رو به هر خری بگی میفهمه که مربی هماهنگ با جمهوری اسلامی یعنی با ساواک با تیم رضا محمدشاه پهلوی، چون از اون موقع تیم همینطوری بودن این گروه ها، دست به دست هم دادن تو اون اتفاق نیفت. پس شد فوتبال بونی. ورزشمون همینطوریه، در کشتی هم همینجوریه، در سیاستمون هم همینطوریه.